به گزارش منابع خبری دولت سینکیانگ دو نفر از کسانی را که با مؤسس مجله اویغور تایمز دوست بودند به دوازده تا پانزده سال حبس محکوم کرد تاهر ایمان فعال حقوق بشر اویغور و مؤسس مجله اویغور تایمز اظهار داشت منابع مستقر در سینکیانگ به او خبر دادند که دو نفر از دوستان و نزدیکان وی به دلیل دوستی با او به حبس طولانی مدت محکوم شدند شاهین ذکر است در سینکیانگ حدود دوازده میلیون اقلیت مسلمان اوغور زندگی می کنند که ایالات متحده و برخی از کشورها دولت چین را به نسل کشی و کار اجباری در سینکیانگ متهم کردند گفته می شود بیش از یک میلیون اویقور در مراکزی که پکن آنها را مراکز آموزش حرفه‌ای توصیف می کند بازداشت شدند و چین می گوید این اقدامات برای مبارزه با افرادگرایی تروریسم و جدایی طلبی ضروری است. گفته نیست بر اساس ماده 103 قانون کیفری چین افرادی که طرح تجزیه دولت یا تضعیف وحدت ملی را سازماندهی توطعه یا اجرا کنند به حبس ابد یا حداقل ده سال محکوم شوند.